در 50مین سال تولد اینترنت خواهیم شنید چطور روشنش کردند، چطور دموکراسی میتونه ریبوت بشه و اشاره‌ای به وضعیت اینترنت در ایران در هفته که گذشت. هر روز 4 میلیون ساعت ویدیو به یوتیوب اضافه میشه و 682 میلیون توییت به توییتر و 607 میلیون عکس به اینستاگرام. در کل 4 میلیارد و 400 میلیون نفر در دنیا از اینترنت استفاده میکنند که روی هم روزی 2.5 اگزابایت داده تولید میکنند، یعنی 2.5 میلیون ترابایت هر روز. بخش بزرگی از داده ها از اینجا رد میشه. شبکه‌های اجتماعی، پخش زنده ویدیو، اخبار، پیام رسانی ها و همه پیام ها و همینطور جستجوها. اینجا تلهاوس نورسه، یکی از مهمترین بخش های ستون فقرات اینترنت. شبیه این ساختمون 3 تای دیگه هم در لندن هست، همه پر از کامپیوتر، سیم، تجهیزات خنک کننده و چیزهایی که خورهای کامپیوتر رو روانی میکنه. اینترنت قدیما بر اساس یک سری ایده های اولیه شکل گرفت، اما 50 سال قبل همین موقع بود که اتفاق بزرگ براش افتاد. شروع کار سال 1969 بود. وزارت دفاع آمریکا، یا دقیق تر بگم سازمان پروژه‌های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته، به این نتیجه رسید که یه شبکه نیاز داره که سیستم کامپیوتری 10-12 تا دانشگاه رو به هم وصل کنه که بتونن اطلاعاتشون رو با هم در میون بگذارن، بلکه تحقیقات هوش مصنوعی سریع‌تر بشه. رفتن سراغ طراحی و توسعه یه شبکه راهگزینی بسته کوچک که اسمش رو گذاشتن آرپانت. در 29 اکتبر سال 1969 دقیقاً ساعت 10:30 شب پیامی فرستاده شد روی آرپانت از کامپیوتری در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس به کامپیوتری در انستیتو پژوهشی استنفورد در سان فرانسیسکو و اون کلمه این بود: لاگ. البته سامانه قبل از رسیدن حرف جی دچار مشکل شد. اولین کلمه لاگین بود، هرچند کل سامانه قبل از اینکه حرف جی فرستاده بشه از کار افتاد. اما نهایتاً همون 2 نقطه بودن که به مرور شدن صدها، هزارها و میلیونها ارتباط. شدن یک شبکه جهانی که الان بیش از 1,200,000 کیلومتر کابل زیردریایی داره. گاهی در عمقی به اندازه ارتفاع قله اورست. این کابل‌ها ساختمان‌های عظیم سرور رو به هم وصل می‌کنند و کابل‌های کوچکتر اون سرورها رو به کامپیوترهای شخصی وصل می‌کنند. مجموع این کامپیوترها میشه شبکه‌ای که ویند سرف و رابرت خان اسمش رو گذاشتند اینترنت. این خیلی مهمه که متوجه باشیم اینترنت همون www یا شبکه جهانگستر وب نیست. وب خیلی اختراع مهمیه. در واقع چگونگی مرتب سازی، مرتبط سازی و در دسترس قرار گرفتن داده ها، وب پیج ها، خدمات و داکیومنت هاست. همین وبسایت های مهم روی یک زیرساخت یا شبکه‌ای قرار می‌گیرند که با هوشمندی می‌تونن با هم مرتبط باشند. مثلا فرض کنید می‌خواید یک ویدیو بامزه از یک گربه ببینید. درخواستتون از دستگاهی که می‌خواید روش تماشا کنید و از طریق شبکه‌های محلی میرسه به تلهاوس نورس و از اونجا میره به هر جای دنیا که اون ویدیوی گربه ذخیره شده. از اینجا به بعدش واقعاً قشنگ میشه. اگه قرار باشه کل ویدیو رو یه جا از یه مسیر براتون بفرستن، احتمال داره بمونه توی ترافیک و حالا دستتون بهش نرسه. بنابراین چی کار میکنن؟ ویدیو رو تکه تکه میکنن، تقسیم میکنن به بستای کوچیک. هر کدوم این بستا از یک مسیر میاد سمت شما. وقتی به موبایل یا تبلتتون رسیدند، به ترتیب درست کنار هم قرار میگیرند. به محض اینکه یک مقدار کافی از اول ویدیو برسه، گربه روی صفحتون پدیدار میشه، به همون خوشگلی که فکر میکردید. اطلاعات به همین شکل همه جای دنیا پخش میشه. ولی متاسفانه بعضی وقتا اطلاعات مضره.
یکی از مشکلات بزرگ پیش رو اینه که چیکار کنیم که مردم اطلاعات خوش کیفیت رو از اطلاعات بد کیفیت تشخیص بدن. به نظر میاد یک مشکل اینه که این روزا همه توی حباب خودمون سیر میکنیم. اطلاعاتی که بهمون میرسه از آدمهایی که خودمون انتخاب کردیم حرفشون رو بشنویم. به عبارت دیگه میشه گفت اینترنت در عین اینکه دسترسی به اطلاعات رو فراگیر کرده، ولی ما کاربرها رو از بحث منطقی دور کرده و فضا ایجاد کرده که به سختی میشه واقعیت رو از نظر شخصی و خبر جعلی تمیز داد. لندن پایتخت یکی از قدیمی ترین دموکراسی‌های دنیاست. دموکراسی که در حال حاضر درگیر یک مشکل بزرگ شده. این جامعه به خاطر برگزیت دوپاره شده. بعضی‌ها معتقدند که همه پرسی یا رفراندوم سوال درستی رو معمولاً مطرح نمی‌کنه. بعضی‌ها میگن که راه حلی است بسیار ساده برای یک مسئله بسیار پیچیده. واسه همینی که درگیر این مشکل شدیم. اما شاید راه حل‌های دیگه‌ای هم برای رسیدن به وفاق و اجماع وجود داشته باشه. کارل میلر سفری داشته به تایوان، جایی که میخواست یک ابزار آنلاین رو بررسی کنه، ابزاری که قراره که دیدگاه‌های مختلف رو به یک اجماع برسونه. کارل میلر از ابزار جدیدی گزارش تهیه کرده که خیلی امیدوارن چرخ دموکراسی رو دوباره راه بندازه و کمک کنه افرادی که نظر کاملا مخالف دارن به یک نقطه مشترک برسن. البته این ابزار قراره در جایی که انتظارش رو ندارید استفاده بشه، هزاران کیلومتر دورتر از دعوای برگزیت. اومدم به تایوان، جایی که بعضا بهش میگن جزیره فناوری. تایوان به خاطر تولید نیمه رسانا معروفه، ولی الان قرار است فناوری برای تکون دادن یه صنعت کاملا متفاوت استفاده کنه. پدیده‌ای که در ظاهر ربطی به کامپیوتر نداره، بله، خود دموکراسی. موزل از سال 2014 و انقلاب معروف با آفتابگردان شروع شد. شهروندهای تایوانی بعد از تصویب یه قانون تجارت جدید ریختن و پارلمان رو اشغال کردن. این ماجرا هم مثل برگزیت در بریتانیا تایوان رو دو پاره کرد. نه فقط به این خاطر که مردم فکر می‌کردن تایوان زیادی به چین نزدیک شده، بیشتر به این خاطر که حس می‌کردن حاکمان کشور نظر و دغدغه‌شون رو نادیده می‌گیرن. بین معترضان یک نوع جدیدی از معترض هم بود که اسمش رو گذاشتن هکر مدنی. هکرهای مدنی به جز راهپیمایی و پلاکارد از قدرت کامپیوتر و داده هم استفاده می‌کنن. راه‌های تازه‌ای برای تصمیم گیری پیدا کردن و حیرت انگیز اینه که موفق شدن دولت رو هم با خودشون همراه کنن، طوری که ازشون خواست کمک کنن حرف مردم رو بهتر بشنوه. یکی از هکرهای مدنی که اونجا بین جمعیت بود آدری تانگ بود. من شب قبل از اینکه بریزن توی پارلمان اونجا بودم. درست قبل از اینکه بریزن توی پارلمان، خط اینترنتشون رو براشون راه مینداختم. آدری تازه از یه شغل خیلی خوب در سیلیکون ولی برگشته بود. از فناوری رسید به سیاست. آدری خودش رو آنارشیست محافظه‌کار میدونه. او جوانترین عضو کابینه تایوان و اولین وزیر تراجنسیتی دنیاست. او و همکارهاش بانی یک فرایند جدید و شفاف تصمیم گیری شدن. اسمش رو گذاشتن وی، تایوان یا تایوان مجازی. اولین قدمش این بود که کاری کنه مردم نظرشون رو بیان کنن و اولین آزمون مهمش مثل تظاهرات به خیابون ربط داشت. ماجرا از اوبر شروع شد، مثل همین که من سوارشم. شرکت اوبر میخواست سهم بیشتری از بازار تایوان داشته باشه، ولی اینجا مثل خیلی کشورهای دنیا کارش در رویه‌های جاری اختلال ایجاد میکرد. باید قوانین و مقررات جدید تصویب میشد. تا مدت‌ها کسی درست نمیدونست باید چی کار بکنه، تا اینکه رفتن سراغ یه پلتفرم جدید و با مستی که مدت‌ها حل نشده مونده بود حل شد. یکی از ارکان اعتراض‌های وی تایوان پلتفرمی بود به نام پلیس که فعالیتش از سیاتل آمریکا شروع شده بود. 3 سال پیش که موزل اوبر پیش اومد، از شهروند و راننده ها و نماینده های این صنف دعوت کردن همه در یک فضای آنلاین جمع بشن و نظرشون رو اعلام کنن. پلیس نظرها رو میگیره و نظرهای مشابه رو دستبندی میکنه. حالا جالبیه این راه حل دیجیتال چیه؟ اول اینکه میتونی ببینی خودت توی کدوم دسته بودی. ولی اون نکته‌ای که این پلتفرم از پلتفرم‌های دیجیتال مشابه متمایز می‌کنه اینه که به جای اینکه اختلاف دسته‌های مختلف رو نشون بده، یه بازی راه می‌ندازه که هر کی باید بفهمه چه چیز مشترکی با بقیه داره. برد در این بازی اجماعه، نه اکثریت. در واقع پلیس کمک می‌کنه بفهمی اون چیه که تقریباً همه روش توافق دارن، نه چیزی که 52% می‌خوان. من نوعی با ورود به اپلیکیشن در واقع وارد بحث می‌شم. می‌تونم نظر بقیه رو بخونم و نظر خودم رو بنویسم. ولی چیزی که می نویسم باید حمایت آدم های دسته های مختلف رو جلب کنه، نه فقط هم دسته های خودم رو. بنابراین باید هی بازنویسیش کنم.
اگر همون حرف رو تکرار کنم عملاً کسی گوش نمیده، انگار که اصلاً توی بحث نیستم. پلیس وقتی اجازه میده حرفم شنیده بشه که طوری بگم که از دسته‌های مختلف با نظرهای مختلف موافق داشته باشه. در همین حال سایت همه نوشته‌ها رو در همون حال که اضافه یا بازنویسی میشن میگرده که نقطه مشترک رو پیدا کنه. وقتی بحث تغییر میکنه آواتار مردم هم تغییر میکنه که موقعیت جدیدشون رو به نسبت فضای کلی بحث نشون بده. بعد از چند هفته نظری که بیشترین اجماع بر سرش شده معلوم میشه. این نظر ممکنه هیچ شباهتی به نظر اولیه کسی که نوشتهش نداشته باشه. ولی نکته اینه که چون الان سرش اجماع هست میشه از روش قانون و مقررات وضع کرد. دست کم 3 سال پیش ماجرای اوبر رو که حل کرد. حالا وی تایوان رفته سر یه موضوع داغ دیگه. اسکوترهای برقی. آدم باورش نمیشه که همچین چیزی دموکراسی رو مختل کنه. یه همچین پدیده یهو معلوم نیست از کجا سر و کله‌اش پیدا میشه و قوانین و مقررات موجود رو به هم می‌ریزه. و اگه قانون نتونه به سرعت خودشو با این تازه وارد تطبیق بده، روز به روز بی‌مصرف‌تر میشه. الان 5 ساله این بحث در جریانه که آیا اسکوترهای برقی باید بتونن در خیابان و پیاده‌روی عمومی تردد کنن یا نه. یعنی حدوداً همونقدر که طول می‌کشه تا من یاد بگیرم روی یکیش صاف وایسم. ولی این ملت ظاهرا مشکلی ندارن، دوست دارن از این وسیله استفاده کنن و میخوان قوانین تغییر کنه. به نظرت این شیوه برای اینکه راه حلی برای مسئله مشارکت در فرایند تصمیم گیری و دموکراسی پیدا کنیم مفیده؟ کار رو راحت تر میکنه، چون آدم بالاخره هر روز فیسبوک رو میبینه. آیا حاضری حرف اونایی رو که مخالف آزاد شدن اسکوتر برقی هستن گوش بدی و احیانا راه سومی پیدا کنی؟ پس واسه چی اینجاییم؟ برای این اومدی اینجا؟ بله. دوباره اومدم سراغ آدری که بپرسم چی باعث شده وی تایوان اینقدر موفق باشه. مردم بهتر از هر کسی میتونن با یه مسئله فناوری یا مسئله اجتماعی جدید چجوری برخورد کنن. شیوه ما هم اختلاف رو نشون میده هم اجماع رو. ولی به مراتب مهمتر اینه که همیشه نشون میده اجماع بیشتر از اختلافه. وقتی شما یه دکمه داری که میزنی جواب میدی، خود به خود بیشتر روی موضوعهای محل اختلاف تمرکز میکنی. ولی اینجا چون از دکمه پاسخ خبری نیست، آدمای علاف که هی میخوان بحث کنن زیاد نمیشن. وی تایوان تا الان برای تعیین دستور کار حدود 20 قانون و مقررات استفاده شده و از این به بعد قرار دست کم بعضی از عناصرش در قانون‌گذاری‌های بعدی هم استفاده بشه. ولی باید دیدای برای مسائل خیلی حساس و موضوع‌های مهمی که سرش اختلاف جدی هست هم استفاده میشه یا نه. من یکی فکر نمی‌کنم سیاستمدارها حاضر باشن به این راحتی از قدرتشون بگذرن. ما هنوز در این جامعه یک شکاف دیجیتال داریم، به این معنی که بعضی افراد مسن یا بعضی افراد در بعضی مناطق اونقدر از ابزار دیجیتال استفاده نمی کنن. به همین علت فکر می کنم امثال من همچنان برای شنیدن و جمع‌آوری نظرهای گروه های مختلف کارکرد داریم. ولی دست کم بین افرادی که با فناوری راحتن نشون داد که نظراتی که به نظر می رسه خیلی دورن اشتراکای زیادی دارن، هم در مورد امنیت تاکسی هم راحتی رفت آمد. در نهایت به اوبر اجازه دادن با شرایط مشخص در تایوان فعالیت کنه. همزمان مقررات مربوط به تاکسی ها رو هم ساده‌تر کردن که تاکسی ها بتونن شبیه تر به اوبر فعالیت کنن. در مورد اسکوتر برقی هم مردم نگران ایمنی بودن و اینکه آیا خیابون جای این همه وسایل مختلف با ویژگی های مختلف هست یا نه. در نهایت همه نظرها در 2 گروه اصلی خلاصه شد. گام بعدی که کاربرهای پلتفرم در موردش به توافق رسیدن این بود که اسکوتر برقی رو در یه محدوده مشخص آزمایش کنن و این بحث قرار امشب انجام بشه. قبل از پلیس زیاد پیش می اومد که 2 گروه مخالف حتی حاضر نبودن بشینن حرف بزنن، ولی از وقتی از پلیس استفاده میکنیم چون این چیزی پیش نیومده. آدری معتقد این تغییرات برآمده از فرهنگ هکرها برای سلامت دموکراسی ضروریه. سوال آخرم این بود که آیا این ابتکار جدید موندگار هم خواهد بود یا نه. اگه ما در نهادهای دموکراتیک خودمون رو در مقابل این فرهنگ جدید پاسخگو ندونیم، ممکنه به مرور بی‌خاصیت بشیم و مشروعیت دموکراسی نهاد محور بیش از پیش لطمه بخوره. این هفته حزب محافظه‌کار انگلیس به خاطر تغییر نام حساب‌های توییتریش به Fact Check UK مورد انتقاد قرار گرفته. توییتر این تغییر نام رو گمراه کننده اعلام کرد. هلیوجن، استارتاپی که با حمایت بیل گیتس فعالیت می‌کنه، ادعا کرده در فناوری انرژی خورشیدیش پیشرفت مهمی کرده که شاید روزی باعث کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی بشه.
این استارتاپ موفق شده تا با استفاده از دید رایانه‌ای مجموعه زیادی از آینه‌ها رو طوری تنظیم کنه که انرژی خورشیدی در دمای بیش از 945 درجه سانتیگراد متمرکز بشه. LG 25 تا از ربات‌های کلوی خودش رو برای یک دوره آزمایشی 3 ماهه در بیمارستان دانشگاه ملی سئول به کار گرفته. LG میگه این ربات‌ها قبل از انجام مراحل پزشکی از بیماران جوان به طور ویدئویی پشتیبانی می‌کنند. یک مریخ نورد آبی به زیر یخ‌های قطب جنوب فرستاده شده. ناسا با همکاری برنامه استرالیایی قطب جنوب این ربات 1 متری رو آزمایش می‌کنه. این ربات ممکنه روزی کمک کنه تا نشانهایی از زندگی فرازمینی در یکی از قمرهای یخی مشتری به اسم اروپا پیدا بشه. و در آخر، گوگل یک تخم مرغ به اندازه یک اتاق ساخته تا بتونه یکی از مشکل ترین بخش‌های مدل سازی 3D یعنی نورپردازی رو حل کنه. در این اتاق دوربین 360 درجه و بیش از 300 تا لامپ LED نصب شده که میتونن هر رنگی رو تولید کنن و مدل‌هایی از انسان خلق کنن که به محیط‌های مجازی بخورن. اون اتاقای پر از کامپیوتر پر سر و صدا که بهتون نشون دادیم یادتون میاد 5 طبقه بالای سر من یه همچین اتاقای قرار گرفته. اینجام قراره که تبدیل بشه به همچین چیزی. همونطور که اینترنت داره گسترش پیدا میکنه سال به سال، ما تصمیم گرفتیم بریم سراغ یکی از خالقانش. وین صرف 50 سال بعد از اختراع اینترنت یکی از مبلغان اینترنت و یکی از مدیرانی است که در گوگل کار میکنه. ما رفتیم سراغش و ازش درباره خطراتی که پیش راه اینترنت در آینده است پرسیدیم و ازش خواستیم بهمون بگه که چه راههایی برای مقابله با اونها وجود داره. اسم من وین صرف هستش. من معاون مدیرعامل و واعظ ارشد اینترنت در گوگلم، ولی بعضیا من رو به عنوان یکی از مخترعان اینترنت میشناسن. اول از جای خوبش شروع کنم. وقتی شبکه جهانی ورلد واید وب را افتاد، شوق عظیمی در مردم ایجاد کرد. همه میخواستن به اینترنت دسترسی داشته باشن و اطلاعاتشون رو با هم مبادله کنن و شبکه جهانی وسیله فوق‌العاده‌ای بود که میشد باهاش این کار رو انجام داد. بعد از سال 2000 شبکه‌های اجتماعی را افتاد. ولی این شبکه‌ها عملاً آلت دست کسانی شدند که ازشون برای تزریق اطلاعات نادرست و گمراه کننده استفاده می‌کنند. حالا یا با مقاصد سیاسی یا مادی یا اهداف شوم دیگه. بنابراین الان با یه معضل جدی روبرو هستیم که چی کار میشه کرد که مردم بتونن اطلاعات خوشکیفیت رو از اطلاعات بدکیفیت تمیز بدن. بعضی ها امیدوارن بشه این کار رو با الگوریتم انجام داد. اما تشخیص اطلاعات نادرست و گمراه کننده با الگوریتم آسون نیست. توقع این که هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و برنامه کامپیوتری این مشکلات رو حل کنن توقعیه که برآورده نمیشه. بعضیا میگن کشور باید قوانینی داشته باشه که بشه اطلاعات نادرست و گمراه کننده رو سرکوب کرد. خب این شیوه هم یه روی بسیار مضر رو سیاه داره. بهش میگن سانسور، یعنی اینکه دسترسی مردم رو به اطلاعاتی که باید در دسترسشون باشه قطع کنی. حکومت‌هایی در دنیا هستن که فکر میکنن هر گونه نقد حکومت غیر قابل قبوله و باید سانسور بشه. نظر من اینه که بهترین ابزاری که برای مقابله با اطلاعات نادرست و گمراه کننده در اختیار داریم تو مغز ماه و این بالاست. یعنی باید در برخورد با اطلاعات مختلف نگاه انتقادی داشته باشی. بپرسی این اطلاعات از کجا میاد؟ آیا با چیزایی که در منابع مطمئن و موثق هست میخونه؟ اینجور پرسش ها باید جلوی ذهن آدم باشه. باید بخشی از سواد دیجیتال باشه که هر کس از این فناوری ها که به معنی واقعی کلمه جهانی هستن استفاده می کنه آموخته باشه. بنابراین به نظر من اگه بخوایم به سمت اینترنت آینده بریم، یه نکته قطعی هست. اینکه روز به روز سهل الوصول تر خواهد بود و نکته دیگه ای که میدونیم داره رخ میده این سیل ابزار قابل حمله که قابلیت شبکه شدن دارند و میتونن بخشی از اینترنت بشن.
اگر بخوایم به آینده کمی دورتر بریم، یه چیز که رخ خواهد داد و من مطمئنم که رخ خواهد داد، گسترش اینترنت ورای کره زمینه. Way back in 1998, we began asking ourselves. حوالی سال 1998 از خودمون میپرسیدیم چی میشه اگه یه شبکه داشته باشیم به اندازه منظومه خورشیدی که اکتشاف فضایی روی اون سوار بشه، چه با انسان چه با ربات. خب حالا پروتکل هایی داریم که روی هم اسکلت یه شبکه بین سیاره‌ای رو میسازن. البته بین زمین و مریخ و ایستگاه فضایی بین‌المللی فعاله. بنابراین میشه تصور کرد که این اسکلت بین سیاره‌ای در دهه‌های آینده بست پیدا کنه و بشه به کمکش اکتشاف انسانی و روبوتیک رو انجام داد. اما قبل از بلند پروازی بشر به سوی مریخ و راه اندازی اینترنت بین سیاره‌ای، شاید بد نباشه پاهامون رو بذاریم روی زمین و اشاره‌ای کنیم به وضعیت اینترنت در ایران در هفته که گذشت. طبق گزارش نهادهای ناظر بر اینترنت، در پی اعتراضات در داخل کشور، اتصال ایران با اینترنت جهانی به 5% حالت معمول رسید و اطلاعاتی که در داخل ایران رد و بدل می‌شد، منحصر شد به شبکه ملی اطلاعات. این یعنی کمتر کسی از کاربران داخل کشور میتونست به اینترنت وصل بشه. در چنین شرایطی کسب اطلاعات و دسترسی به سایت‌های خبری خارج از کشور حتی با VPN و پراکسی هم تقریباً غیر ممکن شد. یکی از راه‌های دسترسی به محتویات فناوریه که فایل برودکاستینگ نامیده میشه و همونطور که از نامش پیداست، کارش انتقال فایل از طریق ماهواره است. توشه سرویسیه که این فناوری رو برای کاربران ایرانی و افغان ارائه میده و فایل‌های از جمله سایت‌های خبری رو برای کاربران ارسال می‌کنه. اگه یک رسیور و دیش معمولی دارید که میتونه به شبکه‌های ماهواره‌ای یاهسات دسترسی داشته باشه، توی فهرست کانال‌ها شبکه‌ای با نام توشه رو می‌بینید. توشه 24 ساعت یک بار مجموعی از ویدیوها، اپلیکیشن‌های مفید، فیلتر شکن، گیم و البته نسخه‌های آفلاین سایت‌های خبری خارج از کشور رو به صورت یک بسته در میاره و از طریق این شبکه ماهواره‌ای ارسال می‌کنه. کافیه که استیک مموری بزنید به درگاه USB رسیورتون و چند ساعتی صبر کنید تا بسته مورد نظر رو به شکل همون تصویری که روی صفحه است از دیش دریافت کنید. شما در واقع دارید تصویر رو ضبط میکنید که کلی داده توش ذخیره شده و قراره بعداً این داده ها رو از تصویر جدا کنید. این بسته در طول 24 ساعت مکررن و پشت سر هم فرستاده میشه. بنابراین حتی اگه روی این شبکه پارازیت بندازن، قسمت‌هایی از بسته که به خاطر پارازیت دریافت نشده میتونه خود به خود تکمیل بشه. بعد از دریافت بسته باید مموری استیک رو به کامپیوترتون بزنید یا با استفاده از یک کابل مبدل OTG اون رو به گوشی یا تبلت اندرویدیتون وصل کنید. حالا باید برنامه توشه رو از سایت توشه یا جاهای دیگه‌ای که در دسترس دانلود کنید یا کپیش رو از کسی بگیرید. حالا این برنامه میتونه داده‌های توی بسته، یعنی وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، ویدیوها و صداها رو از تصویری که ضبط کرده بودید جدا کنه و برای مثال وبسایت آفلاین BBC فارسی رو در اختیارتون بگذاره تا اخبار رو مطالعه کنید. به پایان یکی دیگه برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه دیگه هم اونجا میتونید پیدا کنید. با ما در تماس بشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون، منتظر پیشنهاداتون هستیم. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.